بسم الله الرحمن الرحیم. درس انگلیسی خود را آغاز میکنیم از بخش کنترل پنل یوزر اکاونت. خب تمام کارا را ما انجام دادیم، یعنی تکمیل شد. امروز بخوایم مثلا یک یوزر چه قسمو دیلیت کنیم، مثلا یعنی امی یک کاربر که بخوایم دیلیت کنیم، دیلیت مثلا میخوایم یوزر باستون را دیلیت کنیم، سرش کلیک میکنیم، اینجا داریم چی؟ دلیت دا اکاونت، یعنی اهمی اکاونت رو خودمون میخوایم دلیت کنیم. دلیت میکنیم، اینجا برای ما یک مسیج میگن do you want to keep boston files، یعنی در کل زمانی که ما یک اکاونت جدید یا یک کاربر جدید ایجاد میکنیم، توسط از یک دو فایل دیگه چی میشه ایجاد میشه که این فایل ها را بر زبان دلیت کردن از ما میگه که اینجا گفته که شما میخواد یعنی همو فایل هایی که برای یوزر بوستون ایجاد شدن، شما میخواید اون فولدر رو ذخیره کنید یا نگهداری کنید، یا اینکه اونا رو میخواید چی کنید دیلیت کنید. یک مسیج داده. خب اگر گفتیم کیپ فایل، یعنی اون فایل رو برمان نگهداری مونه، خود چرا دیلیت میکنه؟ و اگر گفتیم دیلیت فایل، در کل چی میکنه؟ دیلیت میکنه. دیلیت اکاونت. بازم مسیج میده که are you sure you want to delete بوستون اکاونت. بازم مسیج میده که آیا شما مطمئن هستید که میخواید این اکاونت بوستون رو دیلیت کنید یا کاربر بوستون رو دیلیت کنید؟ میگید بله. زمان ببین اکاونت بوستون چی شد؟ دلت شد. خب درس امروز اکاونت بوستون چی شد؟ اکاونت بوستون دلت شد. و یک بخش دیگری که مونده بسیار مهم و اساسی است میخوایم براتون تشریح کنیم. اون بخش هم یک بخش بسیار مهم و اساسی در کامپیوتر ما میباشد که بخش فایروال است، یعنی ویندوز فایروال. زمانی که ویندوز فایروال میگیم یعنی فایروال و معنی چی؟ فایروال قسمی که میبینید اینجا فایروال ما آن است، یعنی فعال است. اگر فایروال بخوایم تشریح کنیم یا تعریف کنیم، فایروال به معنی چی است؟ به معنی دیوار آتش میباشد، یعنی از نفوذ کردن ویروس ها و یا خودم خرابه های دیگر که به کامپیوتر ما قرار داخل شود چی میونه جلوگیری میکنه. اگر سیستم عامل ویندوز ما یا می ویندوز ما فایروالش فعال باشه، در برابر خرابی ها و مشکلات و ویروس ها بسیار چی باشه ویندوز ما مقاوم باشه، که نمی فایروال باعث میشه که کدام ویروس یا فایل هایی که بخوای مخرب کنه کامپیوتر ما خراب کنه ازش چی جلوگیری میکنه. که ما باید همیشه زمانی که کامپیوتر خود چی میکنیم چیز زمانی که کامپیوتر نمودن استفاده میکنیم باید متوجه فایروال باشه، یعنی فایروال باید همیشه آن باشه. اینجا میبینید اگر بخوایم تور آف کنیم فایروال ما چی میشه؟ خاموش میشه، که دیگه جلوگیری کرده از هیچ کار جلوگیری کرده نمیتونه. ببین اینجا بده نوتیفیکیشن ایریا مسیج داد برای ما، زمانی که فایروال خاموش شد وقت برای نوتیفیکیشن ایریا چی دادم؟ مسیج داده که نه ویو فایروال آپشن امپورتنت سرزی کلیک میکنیم. فورا اینجا میگه که تور آن ویندوز فایروال. زمانی بخوایم فایروال خود چی کنیم سرزی کلیک کنیم دوباره چی میشه؟ آن میشه. و همچنان در برابر که ما ویندوز فایروال ما فعال باشه، باید یک انتی ویروس هم داشته باشیم برای اینکه از ویروس ها جلوگیری کنه. ویروس ها بسیار چیز مخرب و خراب کننده است که سیستم عامل ما رو خراب میکنه. یعنی زمانی که ما ویندوز میکنیم باید همون وقت یک انتی ویروس هم براشیم فعال کنیم. خب درس امروزی ما همینجا به پایان میرسه، یعنی در کل درس های ویندوز امروز به پایان رسید. خدا کنه که شما از آموزش یک چیز را بهره ببرید، یک چیز را بتونید یاد بگیرید. الله یارو نگهدارتون.